ای ماه سفید، ای ماهی قزل‌آلا، ای اوزون برون، ای پامادو. آقا جان من ول کن دیگه، هی نشستن اینجا داره پاچه خواهی. آقا بگو ببینم حساب این ماه ما با تو چقدره، بده ایمونو بهت بدیم. ای قربان قد بالات بشم فدای سرتون، ولش کن، قابل شما رو نداشته بده. ای بابا میگم بگو تمومش کن دیگه. چشم قربان، چشم قربان. قربانت بگردم، 750 گرم آلبالو داشتی، 350 گرم هلو، نیم کیلو پامادور داشتی، الا 250 گرم شلیل داشتی. صبر کن، صبر کن، ما شلیل این ما نداشتیم، هلو داشتیم، شلیل نداشتیم. قربانت بگردم، موقعی که رای جیری بود برای بخش داره، یادتون بید من خیلی شلیل بگفتم، حتما شما نوشن. خیلی خب، حالا بگو چه همش، چقدر میشه ما بدهیمونو بهت بدیم؟ قابل شما رو نداشتم قربان. جمعاً وحشت 115 تومن. بازم قابل نداشته بید. آقا 115 تومن. سلام. بیا آجان رو بگونه بگیم. نه شما در نبید. نه با وسط حرفمون بزن و بدهیمونو بگیم. این دوتا زاویه نداشته بید. بگی بابا تمومش کن. بگی تو هم نید. آقا سردار این کیبون بگی اومده از شهر یا نه؟ آره آره اومده. بگی اومده. آره اومده. آقا بگی اومده. خاک و چوک و شد برفتیم. چی شده خانم؟ کیف کیوون پیدا کردم، فکر کنی چی بید؟ این چیه خانم؟ من فکر کنم چی، این مواد مخدر بید از نوع خطرناک. خاک و چوک چی بید؟ چه داد وزنین؟ مواد مخدر کجا بید؟ این چیز بید؟ یادم وی افتاد. نه اینجوری نبیده، من نبیده. پس چجوری بی؟ این من فکر میکنم قلتک باشه. آره. چی بی سردار خان؟ قلتک یه چیزایی که باهاش جاده صاف میکنن پشتبونا رو. نه اینا رو شهری آویزون بکنن، خوشو به عنوان زینت و این چیزا. همه جا چیزایی بگوی، این خیلی سنگین بیده، چجوری آخه بشه تو گردن آویزون بشه؟ آقا بلند شو جان، مثلا رو پتکو ورده بیا، بلند شو پتکو ورده بلند شو. چی کار آخه بکنی؟ میخوام بزنم داغونش کنم ببینم چی توشه دیگه. خب نه این پتک وزنی و پوکه ها وقت خیلی بد بشه. خب پس چرختی بعد بدونیم توش چیه، بعد پتکو بیاره بزنیم روش دیگه. داخل شهر که میگم چیزای قشنگی و دیدم، یکیش پارچ بی. پارچ؟ پارچ چی میده؟ پارچ دیگه چی میده؟ نه ودیدیم، توضیح بده. پارچ توضیح بدم، فقط پول ودید، پول ودید. سری سری پول ودید. بیا بیا بیا. پارک جایی خیلی خوبی بید که توش قدم وزنن، عروس و داماده قدم وزنن، پیاده روی وکنن، پیر مرد و پیر زن ها وشینن روی نیمکت، درخت داشته بید، خیلی خوب بید دیگه. راستی که بود؟ از شهر بی اومدی برامون چی بی آوردی؟ یه چیزی وای آوردم خیلی خوبی، فقط باید پول بدی، پول بدی. آه پول وای پول بدی توزی بگو 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 بگو. من داخل شهر که ورفتم یه چیزی آوردم به نام کنسرو. کنسرو یا چیزی؟ کنسرو یک چیزی بی که آه پول بدی تو تو بیا این هم دوتا پول بدی بیا آدمی بیا بگی بگی بگو 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 بگو. کنسرو خیلی چیز خوبی بی، خیلی کاربردهای مختلفی داشته بی که داخل اون یه نه اینجوری نباشه توضیح بدم. باید به صورت خصوصی توضیح بدم که اونم پول بخواد. هر کی بخواد پول بده. پول بده بیا. یه عمر پاد وسوختم. برات بچه بزرگ کردم. چه گلی به سرم وزدی من. ای بابا زن چیکار خواستی برات وقت کنم؟ ای از سردار خان یاد بگیر، سالی دوبار زن و بچه‌شو ببره شهر، یا خودشان ببره شهر، یا از شهر براشان مهمان بیاد، اما ما چه همجور نشستیم. تو این سردار خانو وکو واسر سر ما. آه معلوم بید وکوم، آرزو به دل و موندم یه بار ولی شهر یه جفت کنسرو واسه من بگیری و یا سب وکو سب وکو. از اول وکوم چی بگفتی؟ از اول وکوم یه اون به پات وسوختم، برات بچه بزرگ بکردم. چه ای بابا اینا رو که بگفتی، اون جمله آخر وکو که چی بخواستی؟ کنسرو و وکویی. کنسرو دیگه چه سیغیبی؟ آه ما که
بدونیم، ولی وای گولند چه یه چیزیه مثل الماس و درخشه، جفت جفت تو شهر آویزون بکنم به گوششون. آه نگه گوشواره رو بگویی. حالا این جفتی چند بی؟ ها ما که نمیدونیم، ولی کیوون یه جفتشو برای موهاش بخریده. ای خوش شانس شاخش میشاد. ای بابای چیزی الا براتون تعریف کنه، این دوتا شاخ کلتان در ویا. چه بگو؟ حالا تو براره من میگشتم بگو دیخ کردیم بگو. تو براره همه به هم میگفتن که ای کیوون یه کنسرتی از شهر با خودش آورده بید اینجا. اتفاقا پیش پای تو به مواد گفتم که براش مواد یه جا کنسرت بخرن. نباشد ما توی براره یه ده خبر شاخ اول بدیم به کسی. نبید دیگه سالار خان وگو هم هر جور وشده باید خانواده سردار خان رو دعوت بکنی و یاد اینجا. حد میکنم که شاخ شمشاد کنسرواش آویزان گوشش بکنه و یاد اینجا. ها هایی سب وکن. پس معلومه شما اصلا نفهمیدی که این کنسرت چیه. آه کنسرت دیگه. این کنسرت هر کدامش یک کیلو وزنش میده. بعدم این یه جفت نبیده که این یه دانه است. فای بازه. اون وقت به چه درد وخوره خوب. هایی که کنسرت خوب وخورن دیگه. وخوره؟ ها من وگوام الان برم ای کیوون رو دعوت کنم امشب و یاد ایجا. چی وگوه؟ کیوون تنها که نباشه دعوت بکنی که؟ ها من کیوون تنها دعوت بکنم. نه بعد بید خب بهشان بر وخوره. ها من یک کاری بکنم بهشان بر نوخورد. ای کیوون رو دعوت کنم میگم ای کنسرتشان و یاره و بینیم ای چیه. چیه چرا ما دست پاچه این؟ آه یه خبر داغ براتون وای بودی. آه اینه خبر شاخ اول بید. شاخ اول نه سهرناز، دست اول. آین کیبون از شهر با خودش کنسرت وای برده. وای برده کنسرت آورده مطمئنی؟ آه همه براره الان خبردار شدن. آه نبا گفتم اینه خبر شاخ اول بید. دست اول. خب من خیلی عالیه، من دلم لگ زده واقعا برای کنسرت. کجا قراره اجرا بشه؟ آه اینه تو قوتیلی. قوتیلی؟ قوتیلی ببخشید اسم مکانیه که قراره برگزار بشه؟ ای اصلا تلفظشو که بدونیم بلد نبید آخه. منظورش همون قوتی بید بود. قوتی؟ قراره تو قوتی کنسرت برگزار کنن؟ ها؟ بله نمیدونیم. بسیار خوب تو قوتی. خب اصلا مهم نیست ولش کنیم. نمیدونین که قراره چه نوع کنسرتی برگزار بشه؟ مثلا سنتی یا نوع دیگه ای از موسیقیه؟ های نه من وشنیدم که قراره کنسرت لوبیا اجرا بکنیم. های من همینو اینم وشنیدم. کنسرت لوبیا. خب من آخه تالایی همچین چیزی نگ... اوه فهمیدم لوبیای سهرامیز رو میخوان اجرا بکنن. لوبیای سهرامیز نداریم آخه شما مطمئن... از اول ما بررسی میکنیم توضیح بدین چی شده. ای آقا کنه شما اصلا اینگار نفهمی نه؟ حالا بذاریم من واسه تون وگوام گوش بگیریم ببینی کیوون ما از شهر یه دونه کنسرت بایی برده. ببین یه دونه آورده یا یک نفر آورده که کنسرت اجرا کنه؟ نه دونی نه یه دونه آورده. پس یک شیعی با خودش آورده. آه همینه شیعی یه چیزی شبیه قوتیلی. خب که توش لوبیاست. خب اون کنسروه، اون کنسرت نیست، اون کنسروه، اون کنسروه. خب پس اسمشو یاد بگیرین که یک ساعت منو سر کار نذارین اینجا منو بپیچونین. خب خب ما چه بدونیم، ما تا به حال کنسرت نبدیدیم. یعنی مردم توی براره نمیدونن که کنسرت چیه؟ نه هیچ کس؟ نه فقط کیوون ما بدیده. آقا فقط کیبون شما من مطمئنم که شانسی خریده آورده یا بهش دادن اونو. خب پس دستگاه رو آماده کنی که یه ویژه‌نامه چاپ کنیم برای معرفی کنسرو مواد غذایی. چی بی؟ تو اینجا چه بخوای؟ خب تو در وزدی من اینجا چه بخوام؟ حال نه یعنی منظورم این بیده که ای تو اینجا چی کار بکنی؟ خب من باید اومدم به عمه شاخیم یه سری بزنم. گوش بگیر ببین چه بگو. بگو ای بوای من ای کیوون رو دعوت کرده خانه من. برو بگو کیوون بیاد خانه سالار. حالا منم بگو فقط کیوون رو دعوت نکرده. نبزن. بگو گوش بگیر. ای سردار خانم دعوت بکردم.
سردار خان دعوت و کرده. خب بعد این چیز عمه شاخی رو دعوت نبر کرد ها؟ عمه شاخی تا ها چرا؟ ببی سردار خب شاخ شمشاد کیوون این ستا رو بوام دعوت کرده بگو ویان اوجا. آها خب بعد چیز چی این جان نسار رو چی دعوت وکرد؟ نه جان نسار ها دعوت نوکرد. خب سردار وفهمه خب ناراحت بشه دیگه و بدون جایی اصلا نوره سردار. آخو ای یه کاری بکن ای جان نسارم وگو ویان جان نسارم سردارم شاخ شمشاد جان نسار کیوون لیلون لیلون دعوت نوکرد. لیلون که اصل کاری بیده لیلون حتما باید باشه. شد سرداره جان نسار شاخ شمشاد کیوون و لیلون. آها ها پس من چی؟ منم دعوت نکردم. نه تو دعوت نکردم. من دعوت نکردم. خب عم شاخی من بدون من جایی نبره. من برم بهش وگو هم که من نشم. خب وگر ببی چه وگو. خود تو هم ویا تو هم دعوت سرداره شاخ شمشاده کیوونه لیلونه جان نساره ای تو دکتر دعوت نوکرد. معلول این قهوه چی دعوت نوکرد؟ خب بعد میخوای کل برره بگیم همه بیان؟ نه شوخی برکردم. خب گوش بگیر. خب به کیوون وگو او کنسرتش هم و یاره کنسرت؟ کیوون اومد. کیوون اومد. ما کجا بری؟ الان ویا سردار خان، وگو اگر و فهمه بچم چی بشه؟ اگه منم جای کیوون بیدم اینقدر ناراحت و شدم قربانت بگردم، اصلا وخواه من وگو هم چی کار من بیده؟ نه بابا جان من خودم خراب کردم، خودم هم درستش میکنم. خاک بچه کی کنسر به من اینجوری کرده بید ها؟ فوش سردار خان خاک بچور که بوشون. خانوم گفتم شما خودتو ناراحت نکن. من به شما گفتم خودم خراب کردم، خودم هم درستش میکنم. شما هیچ نگران نباش. راست وگویی؟ چی این کنسرو من کی اینجوری کرده بید؟ ببین پسرم گوش کن، ببین الان برای توضیح میدم. این مادرتو رفت سر جیب تو اینو پیدا کرد، به خیالش که این مواد مخدره. مادر دیگه ناراحت میشه، نگران میشه. بعد اومد به ما نشون داد، ما هم گفتیم بابا چیزی نی، ولی گوش نکرد. رفت اون پتکو برداشت انقدر کوبون رو این تا اینو در بود آغونش کرد. حالا خانم راحت شدی؟ راحت شدی؟ خانم جا پس چی دیگه؟ همین دیگه، شما زدید آغونش کردید دیگه. خوش میامدین. هر چی فکر بکنم میبینم خیلی افتخار از خودتون در بکنم. وای بازنین، ما که با همین حرفا رو نداشتیم، خیلی وقت با هم فامیل شدیم. به جان خودم شاخ شمشاد خانم، این سردار خانم اگه یک روز نبینم دیوونه زنجیری بشم. سوالا خود این حرفا رو دیگه بذار کنار دیگه، ما سوالا زم دیگه میشناسیم دیگه، اینقدر اینجوری لفتش نبدم. خب شنیدم بیدم که اون جون شر بیدی. ها این تعطیلات آخر هفته رو برفتم یه گشتی بزیدم. این شهر که برفتی ای چه خبر بیدم؟ هیچ خبری نبیدم، نمان بید. مگه بشه تو بالاخره یه چیزی بدیدی دیگه اونجا؟ سالار خان ای بچم تازه از سفر اومده بید، اینقدر به مغزش فشار نیاره. ای بابا خان شاد چقدر این بچه رو لوسش بکنی. بالاخره یه چیزی بدیده دیگه شاد. چی دیدی؟ هیچی نبدیدم. خب حالا یه چیزی بدیدم. خب آدم بدیدم، پارک بدیدم، بعد ماشین بدیدم. الهی قربونت برم. دیگه چی دیدی؟ یادم نبیاد. حالا اصرار نمکن، حالا خودش یواش هم یخش واز بشه و گوه دیگه. تو کلا نبخریدی برای خودت. دیگه غیر از اینا دیگه چی بدیدی؟ یه چیزی بدیدم نبتونم. باقی خود لوس نبکنه. خب یادم بیاره. نه من گفتم اگه به مغزش فشار نبیاره ورگویه چی بدیده؟ یه کنسرو. بخواه
اگه وای وردی نشونش بده و ببینیم دیگه. خب نه نه وحشی نشون بده. نشون بده خب. خب این کنسرو نشون بده و ببینیم چی. اصرار نکنی. حرف مو واسه در و نکن. نشون بده و ببینیم. حالا به بچه من فشار میاری بابا جان، کنسرو خودشه. دوست داره نشون میده، دوستم داره نشون نمیده. حالا این کنسرو نشون بده و ببینیم چی. نشون بده خب. ما خوشحال باشیم. ساکت باش. ساکت باش. آه ایدی یا ای چیه؟ این کنسرو بی توش غذا وریزن، مثلا لوبیا وریزن. او وقت چی کارش بکنه؟ این چجور بخورن؟ این چاقو ورید باست وکنه. او چاقو رو باز وکن. ها باز بکن، لوس نبکن خودتو، خودو باز بکن. سردار خان، ای کنسرو لوبیا، ای تون ماهی، ای رب پامادو، خودو بکنه. واو، این آب لوبیا بعد خوب بخوریم. خوشمزه بید؟ دست نوزن بگوام سردار جان، گوش فکر این چی بگوام؟ من تو افتخار این براره بیدیم، احالی براره رو من تو خیلی حساب بکنم. بله آه. بله من فکر بکردم این کنسر، این کنسر چی بید؟ این کیوون، کیوون از شهر آورده بید. خوب ما که الان نخود، بهترین نخود مملکت رو اینجا داریم تو براره، چرا خودمون تولید نکنی؟ آی گفتی، من اصلا به فکرم نرسیده بودین که میگی. آه قربونت برم. خب چیکار کنی؟ ها من وقتم که زمین شب مودم، تو چیکار بکنی؟ والا من که نمیدونم چه مخارجی داری، ولی هر خرجی باشه منم هستم. خب فقط تو موافقت بکن، بقیه شو اون میری مطالعه بکنیم. من هستم. پس قول مردونه بدیم. مردونه. از فردا شروع بکن. خب من میخوام تشکیل جلسه تأسیس کارخونه نخود برره اعلام بکنم. چی؟ احداث کارخونه کنسرو سازی؟ با سردار وگوامی آقا بعید، اصلا تو جریان ساخت کارخونه نبید، باید براش توضیح بدی. ها ببین، موضوع از اینجا شروع شد آقا بعید، که یک روزی که کیوون رفته بود شهر با خودش یه قوطی کنسرو لوبیا بود. ما دور هم که بودیم این کنسرو رو خوردیم، لوبیاشو خوردیم، خیلی هم خوشمزه بود. بعد همگی به این فکر افتادیم که خودمون دست به دست هم دیگه بدیم یه کارخونه ها نخود برره رو خودمون با دست خودمون تشکیلش بدیم. چرا با خودمون کارم؟ و اضافه بکنم که قرار بر این شد که سالار خان که من باشم زمین در اختیار بذارم، سردار سرمایه گذاری ساخت و فاخت این کارخونه رو بکنه، آنو خودم با هم دیگه با هم تامین بکنیم. به به، پس اینجوری که میگین شماها یکی دو ساعته کارخونه رو احداث میکنید و هر یه همه چند با اجازتون دیگه همه چی هم مطمئنی که هیچ مشکلی بود؟ نه پس شما نخودا رو میریزین تو کارخونه و همینجوری خود به خود درست میشه. خب بسیار علی. اون وقت این نخودا قوطی نمیخواد؟ ها اینم من بگم، اینم ما چند تا کارگر بذاریم اینا این نخودا را ایرا وریزن توی قوطیل. قوطی را که میگید از کجا میارید اون وقت؟ ببینم، یعنی ما باید این قوطی را از شهر بیاریم؟ نه خیر عزیزان من، نمیشه. شما باید خودتون تو کارخونه با دستگاه های مخصوص قوطی ها را درست کنید. اینجوری به صرفه نیست که بخواین از شهر قوطی بیارید. خب حالا برفرض که شما قوطی هم داشتید، بعدش میخواین چی کار کنید؟ خب بعدش نخودا رو با مش بریزیم توی قوطی. پس همینجوری خشک خشک نخودا رو با مش بریزیم تو قوطی؟ نه، اول نخودا رو پاک بکنیم بعد بریزیم. پس که ببینم اون لوبیایی که کیوون از شهر آورده بود چجوری بود؟ پخته بی چیه؟ پس بعد نخودا رو بپزیم، درسته؟ ببینین عزیزان من، کارخونه درست کردن به این آسونی هم نیست و شما هیچ گونه تجربه ای در زمینه احداث کارخونه ندارین. کارخونه درست کردن ماشینالات میخواد، ابزارالات میخواد که باید اینها رو فراهم کنین. متوجه شدین؟ ها
حالا من یه دوستی تو شهر دارم که این کارش تو کار ابزارالات و ماشینالات صنعتیه. میتونیم با اون تماس بگیریم، شما هم باید یه مقدار سر کیسه رو شل بکنید تا ما بتونیم چی دستگاه ها رو بیاریم اینجا و کارخونه رو احداث کنیم. جان نثار جان، تمام این مطالبی که الان گفتم شما صورت جلسه کن، بده خدمت سردار و سالار عزیز، برم پیش طغرل خان یک مجوز احداث کارخونه از ایشون بگیرم. حالا آقا وحید بگم که این حالا این دستگاه چقدر پولش بشه؟ این دستگاه ها دوروبر 700-800 هزار تومنی هزینه دارن. طغرل جان، الهی که من قربون او سیبیلای فندقید باشم، الهی که این سردار فدا او هیکل رشیدت باشم، قربونت برم. این زیر این نامه رو یه امضا وکن ما بریم پیکار. آره قربونش. ببین ما دیگه کار زندگیمون رو گذاشتیم، فقط منتظر امضای جنابالی و مهر جنابالی هستیم. به جان طغرل، از موقعی که این برانه بخش بخش شده و ما دوتا بدبخت بخشدار بخش شدیم، اصلا وقت نداریم این سرمون رو بخورم. بس پیش لبچی بس، چه خبره؟ یک بند داری حرف میزنی؟ چیه یالا؟ نگاه بکن. بله، مجوز تاسیس کارخونه با اجازه جیگر. خوبه بابا، این خراب شده یک دونه بقالی هم نداره، کارخونه میخوان تاسیس کنن. سوپرمارکت هم میزنین طغرل جان، پله پله. شما اجازه بفرمایید. به جان طغرل، همین الان توی اداره، توی بخشداری، تو کار تابلم اینقدر دامه منتظر امضای بنده بیده. کار را به نصف بریم دیگه، قربونت برم. شما دوتا خودتونم خوب زدین به اون را. مثل اینکه حواستون نیست که یک مدت یه من تحت هیچ عنوانی رشوه قبول نمی کنم. بوشبکم این بار فراموش بکردی. او دورانی که ما رشوه ودادیم به تو گذشت قربونت برم. الان ما دیگه آدم های عادی نبیدیم، جفتمون بخشدار بیدیم. امضا بکن. آها، نفس اینجوریه. آها چی؟ سنجوخا قربان یه جا ببینم. داخل دارم قربان. این دوتا شنفیت پیرخلو تبنداز توی بازداشگاه تا این براره خراب شده بدون بخشدار بمونه تا اینا حالشون بشه که ما خیلی مونده که با هم دیگه همکار بشیم. بابا طغرل، تو چه شوخی ما رو جدی گرفتی بابا؟ الان قربونت برم، تو چرا جنبه نداشته بیدی؟ قربونت برم. چقدر بشه؟ علال حساب 1000 تومن بدین تا من پرسجو کنم ببینم مجوز کارخونه چقدر. بعد جنبه داشته باش. قربونت بشم. فقط امضا رو زود بکن که بخشداری کارش بوده. خدمت شما. دستور میدیم ببرمشون قربان؟ نه، علال حساب آزادن، میتونن برن تا بعدن. خب آزادیم، بفرم. مهر رو بزنیم. هایی شره به گربه خانه. و یا بریم برره؟ کدوم برره؟ همون برره ای که کارخونه داشته بیدای. بله خوبی؟ امروز دوستا ما اینجا گرده هم آمدیم که مهمترین پروژه صنعتی برره رو افتتاح کنیم. امروز در تاریخ برره ثبت خواهد شد، چون امروز مهمترین روز در تاریخ برره هست. حالا من اینجا از سالار جون و سردار خان میخوام که با دستای توانمند خودشون این پروژه رو افتتاح کنم. برو بفرمایید. بفرمایید. با اجازه بزرگترا. کنار دارید؟ خب بو گوش بگیر. ای به کلنگ مال این زمینه، اینا باید با او قیچی و بری. سراخان بگوان که با قیچی. خب بفرمایید، شما بفرمایید. اختیار داشته بیدی قیچی چون زنانه بید کار من نبید. ببین سالا جان، از همین اولش هی بخوای با من کلکل کنی و سر کله بزنی ما اومده بودیم. نه 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 مفتر بکنه. چه چه بکن دیگه، من خودم این کار میکنم. این نگی که اونجا حضور بزن دیگه. ای قیچی خرابه کم. یه کار دیگه بکنی حالا. اینجوری نباشی، من یه کاری بلد میشم. بگیره یکی اینو خواه. نبخور کمان، نبخور. بشتش بگیر و میتوکر. اونجوری نه. بله بله. بله بله. گوش کنی ببینی چه بگویم.
من پیشنهاد بکنم که ای بگور از ای ور برد او سرجو خم از او ور برد این خودش پاره بشد آقا بگور یک دو سه ور خوب دست بازم خدمتتون عرض کنم که سردار جان ما با بچه‌ها تو خانه نشسته بودیم بعد همجوری فکر از خودمون در بر کردیم گفتیم خب خدمت سردار و خانواده محترم برسیم خب اسم این کارخونه رو مشخص بکنیم آخه خودت مستظر بودی که کارخونه‌ای که اسم داشته بود انگار رو هوا بود واقعا نظر منم همینه من میگم حالا که کلنگشو زدیم بچه‌م به دنیا اومده خوبیت نداره که اسم نداشته باشه البته اسم که مشخص شده بید دیگه بخشید شما چیکار بکردی؟ کلی من و سردار خان فکر بکردیم اسم کارخونه رو بذاشتیم کارخانه کنسروسازی صداقت کیوون خیلی معذرت بخوام شما خیلی چش نبخوری این کار رو به تنهایی از خودتون در بکردی؟ نه سه نفری فکران رو هم وریختیم اینجوری شد ها واقعا که این اسم با مسمالی بوده آینه صداقت همچین از چشم و گوش این کیفون داره وزنی خیلی با اجازه همگی ما یه اسم خودمان با سهناز فکر کردیم اینا ودنه آیدم من ای اوه خونه نه ای کار خونهیم کار خونه کنسرت ساز میده بدونم کارخانه کنسرو سازی نخود شیر جاده و سهرناز من فکر میکنم این اسم رو دادم بگور برنویسه حاضرم شاده جان و گفتم اسم خودتو سالار خانم و زدی تنگش کامل تر بشه من فکر میکنم که جانشان همون صداقت کیوون از همه بهتر بود سردار جان هنوز همه این نیستش که یه اسمی شما پیشنهاد دادین یه اسمی هم سالار جان پیشنهاد داده که به نظر بنده این اسما یه محسناتی داره یه ایراداتی داره شما اجازه بدین نظر بقیه هم بپرسیم به یه جمع‌بندی برسیم با این وجود من همون فکر میکنم صداقت کیوون بهتره حرف ما و خودتون در بر نکنین گوش بکنین چی بگم من فکر بکردم که اسم کارخونه رو بذاریم کارخونه نخود صداقت شیر جاده و سهرناز هم مختصر بود هم مفید بود البته که خب مفید هستش ولی البته مفید هستش ولی مختصر فکر نمی کنم شما اجازه بدید که ما نظر آقای جان نثار رو هم بپرسیم کیانوش من با آلبالو موافق میدم من نمی کمپوت آلبالو هم مگه می سازین یا کنسرو نخود فقط اینجا چرا آقا آلبالو بره این نه ای که این نه منظورش از آلبالو ایه ای یعنی همه صداقت کیوون بسیار خوب حالا گرفتم ببینید شما برای اینکه در واقع این کارخونه یک نمادی از پیشرفت در برره هستش باید یک اسمی رو انتخاب کنید که هم سلیس باشه هم روان باشه هم مختصر و معرف محلی باشه که در واقع کارخونه در اونجا احداث شده فردا این کنسرو میره فرانسه روی لیبل رو میخونن بدونن کجا ساخته شده بنابراین شخص و اشخاص مهم نیستن برره مهمه این موافقیم این درست خیلی خوب حالا من فکر بکنم که با هم فکرامون رو هم بریزیم یک فکر از خودم در بر کنم گوش بکنیم این انتخاب بکنیم حالا بگویم اسم کارخانه را بذاریم این کارخانه یا این کنسرتازی شیر جاده و سهرناز برره خدا باشو خیلی مزخرف بی ببینید کارخونه کنسرو سازی صداقت کیلون برره این اسم مخفف کیوون و لیلون واقعا که چه بچه تسمیه ای بله خسته نباشید Thank you.
ها یه دقیقه سب بکن. ها الان داری چه بکنی؟ چاله بکنم. خواهی ابله من اینجا رو بکنم، تو باز وریزی همین جایی که من بکندم خواهی پر بشه. ابله تو بیدی، تو حواستو جمع بکن. این کلنگو تو سرت خورد بکنم. این وزنم نشود بکنم. اونه باید سوراخ کنی خاکش وریزی ای ور، من اینجا رو سوراخ بکنم. از اون میریزی تو ای؟ خب تو حواستو جمع کن، من اون تو نوریزم. نه با فهمم. باز میریزه ای و ای او ور باید بریزی. چی من بوی اصاب نمدارم. اینجا برادر است؟ ای برره ای فرمایش. شنیدم اینجا نخودهای مرغوبی داری. ها نخودهای مرغوبی بداری. مرغوبم. میخوام همه نخودهاتونو با هم بخرم، هر چی که میکاری. نباشه، نخودامونو لازم بداریم، نبفروشیم. چی کار دارید با نخوداتون؟ چرا لازم دارید؟ هایی بگویم یه کارخانه یه کنسرت سازی نخود داریم، راوندازی میه داریم الان و کنیم برای این کارخانه. اینا که اینا میخوایم برای این کنسرت هم. کارخونه نخودسازی را بندازین؟ مگه خمر رنگرزیه؟ مسخره خمر رنگرزی جد آبادت بید. یک بار دیگه اینجور بگیم وزنم تو دهنت. سعی کنید با من محترمانه صحبت کنید، براتون گرون تموم میشه. چه وقت؟ آیا الان چه وقت؟ کیوون او سرشو بگیر. آیا آورد فلقارد بای اومده بای چه مرگتا؟ هتل گراف آمده کامده بچه توی قب مطپره بیالا. آقا هر وقت اینتفل گاردین هم ویاد پشت سرشم یه بازدست ویاد به خاطر اون وترزم دیگه. اینجا که نوشته که یکی از افراد مهم وابسته به دربار قراره بیایا براره برای خرید نخود. چیز سرجوخا بله قربان. بودو برو کیوان هر جا از دست بسته بنداز تو زندان، یا دفعه زورگیری نکن از این آقا. آیا برادر فرش قرمز واد یک فرش بند بکنین توی همه برادر. این آدم مهم بیده مگه بخواد این کارو. بله که مهمه، اینجا نوشته که از پاگو فامیل اعلی حضرت می باشه. باباش آمریکایی و مادرش هم انگلیسی و همین خاطر اینجا رو خوب میشناسه. قربان من میگم الان من میرم کیوانم دستگیر میکنم زندانم میذارم، ولی فرش از کجا بیاریم؟ دیگه غلطو بکن. یا این نبنده از اینجا این خدمتتان بگویم که این نفله آمدم، ما داشتیم سر این زمین کار و کردیم، این آمد این به ما اهانت و کرده، توهین و کرده، چرت و پرت. قربان خیلی خوش آمدید در برارم، بعدا به شما کمک میکنم که اینجا نخودای خوبی خرید بفرمایید قربان. امیدوارم که در برنامه شما خوش بگذره. اول میخوام تکلیف این دوتا روشن بشه. قربان تکلیف و دوتا روشنه، اونا رو بارها من خواستم که تیرباران بکنم ولی هر دفعه یک مشکل پیش اومده. من نفهمم، ما از ایشان شکایت بداریم. این نفله حرف بزنه. ببن حلقتا سرجوخه. بله قربان. این دوتا شمپیت من دست تو بازداشت بتا، من بعدا میام تکلیف شما اینا روشن بکنم. برکم شو بیرون. بله قربان بیرون. برا بیرون، این نظام تو زندان. در خدمت هم قربان. اسم و فامیلتون رو بگید یاد داشت. قربان بنده اسم یک جوری هایی می باشه که بنده اصولا در زمان های گذشته یک خانی بوده که توغرل آقا وحید الهی من قربونت بشم، تو زبون طوری بید که ما رو از سلاخ بکشم بیرون. برشو یه سرپا برا بشی تغرول بی بچه های ما رو چه بلایی سرشون آقا عذیتشون نباید کنه. ببین سالار جان، الان تغرول این دینامیت میمونه، یعنی اگر الان بریم پیشش فقط کارا خراب میشه. یعنی هیچ کاریش نمیشه که؟ باید ببینیم کیانوش جان میتونه کاری انجام بده. اگر ایشون نتونست کاری انجام بده یک نامه از بخشداری میزنیم به ژاندارمری. ای بابا ور تا تو بیا نامه نگاره بکنه اون کیوان و شیر فرات هفته تا کفن بکندم. حرفی بود از خود دربه نکن، زبوت گاز بگیر. چه گرفتاری شدیم آقا،
سردار خانم میخوایم براتون الان سوسک در بیارم حالتون بهتر بشه؟ حرفایی میزنی مری جکو؟ ای بچهای ما رو دارن تو ژاندارمری کتک میزنن تو بری ادای سوسک در بیاری. پسر تو یه خنده عقل و کلت نبه. بلند باشم همچی وزنم بده که عین سوسک ریزیز بشی ها. بگو باشو. باشو بره بیرون. جلا ده بکشه. آقا با بد کسی در افتادیم. ما با او در نیفتادیم که. اون با ما در نیفتاد. به هر حال طرف از این گردن کلفتای میلیونره. بهتون بگم. ببینم کیانوش آدم خیلی مهمی بی؟ سب کنم نکنه این بستگان اعلی حضرت ما نمیدونی. خب اونم بله ولی اینقدر گردن کلفته که کسی باهاش هیچ کاری نمیتونه بکنه. بذارید من بکشمش. تو این تلنگرم نمیتونی بهش بزنی. اینو تا حالا اسم کاپیتولاسیون یا مسئولیت قضایی به گوشتون خورده؟ ببینین یه قانونی توی این مملکت هست که اگر یه خارجی زد تو گوش شما باید صورتتون رو بگیرین این ور یا دونم کشیده بزنه این ور صورتتون. ولی اگه شما زدین تو گوش یه خارجی یا نه اصلا تو گوش خودش نه تو گوش درشت که چیش زدین پوست سرتون رو قلفتی میکنن توش پر کاه میکنن. ها و گوام که شانس آوردی ما. من میخواستم او کلنگم رو بکنم تو حلقش. ببینم ما دیگه باید بی خیال کارخونه بشین. نه سردار جان ببینین ما از بخشداری اینجا نمیتونیم اقدام کنیم. باید از بخشداری مرکز اقدام کنیم. اون وقت دیگه کارامون درست بشه. امیدوارم من و کیانوشیان میریم شهر تا اقدامات لازم رو به انجام بدیم. فکر میکنم اون موقع شاید بشه کاری انجام. سردار جان بگویم بلند شو بریم یه سر به این کارگرا بزنیم اینو چه غلطی بکنه. کارخونه رو بردن چی برده چی رو برده؟ یه دز شهر اومدن دیوارا خراب کردن بیل کلنگا رو بردن. یعنی چی؟ بگوام نمشه خودت تنها بری پیش رئیس بخشداری. چرا فکر میکنم اینجوری اصلا بهترم هست. آره باشه. البته راستش من دوست ندارم با تو ویام با هم بریم پیش رئیس بخشداری. خب مشکلی نیستش اگر اینطوری فکر میکنی باشه هر جور میلته. باشه. نه نمشه به من نیام خود تنها وری پیش رئیس بخشداری. خب باشه میخوای اصلا برو یه نیم ساعت یه قدمی بزن بعد برگرد با هم بریم براره. وخوای چرا وخوای منو دور بزنی ها؟ من میخوام تو رو دور بزنم؟ ها چرا حرف تو دهن من میذاری؟ خودت میگی دوست نداری بیای پیش رئیس بخشداری؟ خب حالا بشه با هم بریم پیش رئیس بخشداری. ببین هر کاری دوست داری انجام بده فقط روی اعصاب من را نرو. خب تو خوشحال نباشی که من با تو ویام پیش رئیس بخشداری. من اصلا چرا باید خوشحال بشم یا ناراحت بشم؟ اصلا به من چه مربوطه؟ بذار ببین روشنت کنم. اومدن و نیومدن تو پیش بخشدار هیچ فرقی برای من نداره. مفهومه؟ مفهوم بید. پس اجازه بده من نویان با تو پیش رئیس بخشداری. بابا چی میگین؟ شماها چی میخواین از جون من؟ بابا دست از سرم بردارین. اون از اون شیفره دومون سوالات در پیچش این از جنابالی. شماها مریضین. دکتر میخواین. کیانوش من دوست ندارم با تو ویان پیش رئیس بخشداری. خب نویان ولی ویان خوشحال باشی. خب نویان آخه قربان نوکرتون فداتون بشه عزیز من. شما بیخیال این برره یا بشید. من اینا رو بهتر از شما میشناسم. من از تو خواهش میکنم بیخیال برره یا بشید. من نخود برره رو میخوام. آخه عزیز من این برره یا رو من بهتر میشناسم. وقتی به یه چیزی کلید کنن دیگه نمیشه حساس میشن. بیخیال بشین تو رو خدا. قربان اجازه بدید من دستتون رو ببوسم. من کتبم بهتون تعهد میدم تموم نخودای برره رو تمومشون رو براتون بخرم. تو برره کنسرو سازی که سهله. بقالی هم اجازه نمیدم بزنم. خیالم راحت باشه. خیالتون راحت باشه. سلام علیکم.
ببینم شما همونی نیستید که برای تبدیل برره به بخش مودماغ من شده بودی؟ ها چرا، من خودم بیدم. با شما نبودن که. بله بنده استقرارزاده هستم. برره که بخش شد دیگه چه خاکی میخواد سر من بدبخت کنه؟ بله عرض میکنم خدمتتون، ما مجوز احداث کارخانه کنسروسازی نمیشه. بله اصلا نمیشه، امکانش نیست. بله در برره کارخونه کنسروسازی نمیشه. من چه فرقی به حال شما میکنه؟ من نمیدونم. حساب نبکن دیگه، حتما نباشی دیگه. خب بدبخت، من اومدم واسه شما مثل این که میخواستی یه نیم ساعت بیرون قدم بزنی. برو بیرون قدم بزن. نه نه خب پس صحبت نمیکنی اینجا میشه. جیر بهش نده دیگه. خب راست میگه دیگه. خب یه کارخونه بزرگ کنسروسازی ما در این محدوده داریم و تا شعای 1000 کیلومترش هم از تولید و کارخونه و اینا معذوریم. مجوزم داده نمیشه. بله بله فهمیدم. شما میشه آدرس این کارخونه رو بدید ما بریم ببینیم؟ ولی مجوزشو گرفته ولی هنوز دایر نشده. یعنی مجوز صادر شده ولی کارخونه دایر به خاطر اون میگین؟ بله. ببینید شما خودتونم خوب میدونید که هیچ منع قانونی برای احداث کارخونه کنسروسازی در برره وجود نداره. بنده هم بچه نیستم شما میخوای منو گول بزنی. در ضمن من یه چیزی میخواستم بهتون بگم. به نظر من شما از این آقایی که الان رفتم بیرون پول گرفتین. توهین میکنی؟ آقا مگه اون دفعه ما اومدیم اینجا خود شما از ما زیرمیزی نگرفتین؟ مثل اینکه یادتون رفته، مثل اینکه فراموش کردین. حرف رو برد بریم بزن. حالا بذار ببینم شاید بتونم براتون یه کاری بکنم. خب اگر کارشناس من میفرستم. بله اگر زمینه مساعد بود. بله بله من نوکرتونم هستم. زمینش کاملا مساعده، ما هم زمینش رو در برره داریم هم نخودش رو داریم. بله حالا ببینم، من میفرستم بیان بررسی کنم. بسیار خوب. من فقط یه سوالی داشتم، میشه بپرسم این کارشناستون کی تشریف میارن؟ به زودی. خداحافظ. بره بیرونه. یک پشت گوش تو که دیدی کارخونه هم میبینه. مجوزی برات صادر کنم ابله برره.